بینندگان عزیز تلویزیون دموکراسی شورایی، در ادامه برنامه امشب پیرامون اعدام‌ها در ایران و اهداف رژیم از این اعدام‌ها گفتگویی داریم با آرش کمانگر از سازمان رای کارگر. توجه شما رو به این گفتگو جلب می‌کنیم. درود به شما رفیق آرش کمانگر و ممنونم که ما رو در این بخش از برنامه همراهی می‌کنید. همون گونه که به خوبی اطلاع دارید، رژیم جمهوری اسلامی در طی هفته‌های گذشته موج جدیدی از اعدام زندانیان رو آغاز کرده. در این رابطه میخواستیم نظر شما رو بپرسیم که شما در این رابطه، در رابطه با اعدام‌های اخیر، نظرتون چیه و اساساً رژیم جمهوری اسلامی با این حجم عظیم از اعدام‌ها در طی سال‌های موجودیتش به چه اهدافی میخواد دست پیدا بکنه و اساساً فلسفه اعدام در جمهوری اسلامی چیه؟ بفرمایید. خب با درود به شما رفیق لادن توکلی عزیز و دستندرکاران تلویزیون دموکراسی شورایی و با سلام های گرم به بینندگان عزیز. خب ما میدونیم جمهوری اسلامی رژیم مبتنی بر استبداد سیاسی، اما در این حال این استبداد رژیم اسلامی مثل رژیم های استبدادی معمولی دیگه نیست، بلکه این استبداد با توتالیتاریسم مذهبی و با فاشیسم مذهبی عجین شد. به همین خاطر مجازات مرگ و اعدام یکی از رکن‌های اساسی کل حکومت اسلامی در طول حاکمیتش محسوب میشد. یعنی علاوه بر قانون اساسی و قوانین جزایی و کیفری، رژیم اصلا یک قانون مشخصی رو تحت عنوان قانون مجازات اسلامی درست کرده که با دقت میکروسکوپی انواع اقسام مجازات ها رو از شکنجه و تعزیر و حد گرفته تا قصاص و سنگسار و مجازات اعدام، چه از طریق تیرباران و چه از طریق حلق آویز شدن رو، چه به صورت مخفی و چه به صورت ملای عام به طور کامل اونجا روشن کرده. رژیم جمهوری اسلامی در طول حیاتش همواره برای هم کنترل اعتراضات سیاسی و هم برای سرکوب مخالفین عقیدتیش همواره از حربی اعدام استفاده کرده. به هر حال ما در سالگرد اعدام‌های تابستان 60 قرار داریم، جا داره در همین جا در سالگرد اعدام سید سلطانپور از فعالین سازمان چریکهای فدای خلق اقلیت، نویسنده و شاعر ارجمند، شهلا بالاخانپور که با نام مستعار طلعت رهنما از فعالین رای کارگر اعدام شد، و همچنین محسن فاضل از فعالین سازمان پیکار که در بامداد 31 خرداد اعدام شدن همراه دیگر زندانیان سیاسی، یادی بکنیم. و دقیقا از تابستان 60 تا تابستان 67 رژیم هزاران نفر از فعالین چپ و دموکرات و مخالفین خودش رو چیکار کرده؟ اعدام کرده، ضمن اینکه چندین برابر این میزان سعی کرده برای کنترل بقول خودش آسیب‌های اجتماعی و برای حفظ امنیت در گیومه و من اضافه میکنم برای سرپوش گذاشتن بر ناهنجاری‌های اجتماعی و قربانیان نظام سرمایه‌داری در ایران، کسایی که به خاطر فقر، به خاطر بیکاری و به خاطر جلوگیری از گرسنگی خودشون و فرزندانشون ناگزیر میشن که به جرایم اجتماعی، به بزهکاری روی بیارن، تن به تن فروشی، تن به سرقت و تن به خرید فروش مواد مخدر بدن. یعنی بخش قابل توجهی از اعدام هایی رو که رژیم میکنه مربوط به همین قربانیان نظام اجتماعی اقتصادی سرمایه‌داری چی در ایران هست. بنابراین مسئله اعدام همواره عجین بوده با کل حاکمیت جمهوری اسلامی، منتها در طول این 30 ساله فراز و فرود داشته و بسته به دلایل سیاسی یا اجتماعی اقتصادی متفاوتی ما شاهد کاهش رشد این اعدام ها بودیم. اعدام های اخیر چرا گسترش پیدا کرده؟ اول من آخرین آمارها را بگم. همین هفته پیش کریستوف هنز، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی سازمان ملل، در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو صحبت کرد که فقط تا آغاز سال میلادی جدید 2015 340 مورد اعدام رو اینا ثبت کردن
که 6 مورد اونها زندانی سیاسی و 7 مورد زن بودن، که من البته فکر میکنم که این آمارها شامل اعدامهای وسیعی که در 2 هفته اخیر صورت گرفته نبوده. فعالین حقوق بشر صحبت از اعدام حداقل 160 نفر در چندین زندان مهم ایران، از جمله زندان قزلحصار، زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، زندان وکیل‌آباد مشهد، زندان کارون اهواز میکنن، که حداقل 1 نفر از اونها منصور آلرند زندانی سیاسی بوده که توسط رژیم اعدام شد. حالا جمهوری اسلامی چرا دست به این داره؟ من فکر میکنم این چشمانداز مذاکرات هسته‌ای نقش مهمی بازی میکنه از هر دو جنبه. هم اگر این مذاکرات هسته‌ای به بن‌بست بخوره و شکست بخوره، این به معنای تداوم تحریم‌های اقتصادی و در نتیجه خطر شورش‌های اجتماعی کارگران و زحمتکشان و فقرا و تولیدرسان شهر و روستا هست. بنابراین رژیم برای مقابله با چنین وضعیتی داره دست و پیش میگیره تا پس میفته، یعنی داره هم به قربانیان نظام اجتماعی سرمایه‌داری یعنی جرایم غیر سیاسی و هم به مخالفین عقیده سیاسی خودش و به ویژه به فعالین ملیت‌های تحت ستم در بلوچستان، در خوزستان، در کردستان هشدار میده که هر نوع تحرک سیاسی و هر نوع به اصطلاح سوء استفاده اونها از وضعیت بحران اجتماعی اقتصادی موجود رو به دردمشناسی‌ترین شکل ممکن پاسخ خواهد. اما اگر حتی اگر مذاکرات هسته‌ای و توافق به سرانجام برسه و فرض بگیریم که تحریم‌ها برچیده بشه، باز رژیم به این تشدید سرکوب ها احتیاج داره، چون رژیم برچیده شدن تحریم‌ها رو مقدمه‌ای میدونه برای جلب سرمایه‌های بین‌المللی. سرمایه‌های بین‌المللی در تحت چه شرایطی وارد یک کشور میشن؟ تحت شرایطی وارد یک کشور میشن که اردوی کار در اون کشور کاملا تحت کنترل قرار بگیره. در کشوری که جنبش کارگری مهمترین و وسیع‌ترین جنبش اجتماعی در جامعه هست، خب در چنین کشوری سرمایه‌داران بین‌المللی نمیان با کشوری که دائما با اعتصابات کارگری روبرو هست بیان اونجا سرمایه‌گذاری کنن. بنابراین تغییر قانون کار به نفع سرمایه‌داران و تشدید سرکوب جنبش کارگری که دو نمونهش رو اخیراً دیدیم، هفته پیش که در جریان سرکوب اعتراض کارگران معدنجو یک کارگر بر اثر شلیک گاز اشکاور به نام محمدعلی میرزایی کشته شد، و چند روز پیش هم که شاهد سرکوب کارگران ذوب‌آهن اردبیل بودیم که یگان ویژه رو روانه اونجا کردن و به سرکوب کارگران فرمودن. یعنی چشمانداز مذاکرات هستی چه شکست بخوره چه موفق بشه، در هر دو حالت رژیم نیاز داره که دست به تشدید سرکوب و انجام به گسترش اعدام هاست. آرش عزیز، در ادامه صحبت شما در واقع میخواستم این صحبت رو با شما داشته باشم که جمهوری اسلامی تصور میکنه که میتونه با اعدام مخالفین سیاسی خودش آرامش مطلوبش رو در جامعه ایجاد کنه. این تصور به نظر شما تا چه حد واقعیه؟ خب من فکر میکنم این تصور باطله. خود بیلان 36 ساله حاکمیت جمهوری اسلامی هم نشون داده که این تصور کاملا باطل هست. رژیم هر بار تلاش کرده، چه در دوره به اصطلاح قبل از سال 60، بین سالهای 60 تا 67 اعدام هولناک هزاران نفر، و بعد ما شاهد یک دوره رکود بودیم، ولی دیدیم که چگونه دوباره جنبش توده در سال 78 رشد کرد، سرکوب شد، دوباره شاهد رشد جنبش توده‌ای در خرداد 84 بودیم و بعد خرداد 88 بودیم. همین چند هفته پیش شاهد شورش مردم مهاجرت بودیم، شاهد شورش مردم ایران شهر بودیم و این اعتراضات های اجتماعی که ما میبینیم دیگه. به هر حال الان جنبش کارگری هفته ای نیست که دو سه اعتصاب یا اعتراض یا تظاهرات برپا نکنه. این نافرمانی مدنی و اجتماعی عظیم زنان علیه حجاب اجباری رژیم و علیه قوانین ارتجایی رژیم رو ما شاهدیم، جنبش ملت‌های تحت ستم رو می‌بینیم، جنبش محیط زیست رو می‌بینیم و همه اینها رو ما می‌بینیم. به هر حال این سرکوب‌ها و اعدام‌ها هرچند مثلا در سال‌های ممکن بوده اندکی از اطلاع جنبش بکاهه، سبب سرکوب فعالین سیاسی در همشهری کشته شدن برخی سازمان سیاسی یا تبعید اونها بشه، اما به دلیل اینکه این بحران‌های سیاسی اجتماعی اقتصادی به قوت خودش باقیه و مهمتر از اونه که اکثریت بزرگی از مردم ایران و کارگران و زحمتکشان ایران مخالف
کامل این رژیم هستند، یعنی با استبداد این رژیم، با حکومت دینی، با ارتجاعیت نظام، با استثمار و بهره کشی مخالفن و میخوان برای حقوق اقتصادی اجتماعی سیاسیشون مبارزه کنن. لاجرم این جبر سیاسیه که این مبارزات دوباره اوج پیدا میکنه. یعنی نه تنها در حوزه اعدام‌های سیاسی عقیدتی رژیم نتونسته از میزان مخالفین و فعالین سیاسی عقیدتی خودش بکاهه، حتی در حوزه اعدام‌های عظیم قربانیان نظام سرمایه‌داری، یعنی اعدام‌های غیر سیاسی، قربانیان اجتماعی هم می‌بینیم روز به روز جرم و جنایت در جامعه در حال رشد هست. فقط من فقط یه آمار بگم، فقط در زندان غزل حصار همکنون 3000 نفر حکم اعدام دارن و منتظرن که روزی این رژیم حکم اعدامشون رو چیکار بکنه، جاری و ساری بکنه. بنابراین این اعدام ها همچنان که در طول سالهای گذشته نشون داده، به هیچ وجه نخواهد تونست نه باعث به اصطلاح از بین رفتن کامل جنبش و فعالین سیاسی بشه و نه باعث به اصطلاح چی این بشه که این قربانیان آسیب‌های اجتماعی بازتولید نشن. اعدام در هیچ کجایی از جهان سرمایه‌داری نتونسته پاسخی باشه برای چی؟ برای حل بحران‌های سیاسی بشه. بله رفیق آرش کمانگر، در ادامه صحبت شما، خب رژیم جمهوری اسلامی مدعیه که با اعدام خلافکاران در صدده که جامعه عاری از بزهکاری و ناهنجاری بنا بکنه. این ادعا تا چه حد درسته؟ آیا رژیم تا کنون تونسته با این سیاست در واقع تلنگوری به بزهکاری های اجتماعی بزنه یا به این وسیله اون رو برعکس تشدید کرده؟ میخواستیم در این رابطه بیشتر توضیح بدید، بفرمایید. خب ببینید، الان همکنون بر طبق آماری که سازمان های مدافع حقوق بشر مثل سازمان عفو بین الملل میدن، بیش از 130 کشور جهان حکم اعدام رو لغو کردن. مقایسه‌ای که این نهادهای حقوق بشر کشورهای مختلفی که حکم اعدام در آنها لغو شده و کشورهایی که کماکان مثل امریکا، مثل عربستان، مثل ایران، مثل سودان، مثل پاکستان، مثل مصر، کماکان اعدام در اونها جاری هست، مقایسه که کردن دقیقا ثابت شده که اساسا این اعدام ها به هیچ وجه نتونسته امنیت اجتماعی رو در جامعه برقرار بکنه، بلکه روز به روز بر جرم جنایت هم افزوده. شما کافیه در همین کشوری که من حضور دارم، کانادا رو با که حکم اعدام بیش از 2 دست که لغو شده با امریکا مقایسه کنید. در امریکا بیش از 2.5 میلیون نفر در زندانن و حدود 5 میلیون نفر هم به طور مشروط و تحت نظارت پلیس تحت نوعی بازداشت ولی در بیرون از زندان به سر می‌برن. یعنی 7 میلیون انسان که بیشترینشون رو سیاه‌پوستان و لاتین تبارها تشکیل میدن، به اصطلاح اینا چی هن؟ اینا تو به نوعی تحت کنترل و توی زندان هستن و میبینی روزی نیست که در امریکا قتل و جنایت صورت نگیره و تجارت مواد مخدر، سرقت‌های مسلحانه، تجاوز به عنف و انواع اقسام جرایم اجتماعی در حال چیه؟ رشد. در صورتی که همون رو با کشورهای اروپایی فرض مقایسه بکنی که اعدام در اونها سالهاست لغو شده، میبینیم ما شاهد به اصطلاح به هیچ وجه شاهد اون آماری که در کشورهای مثل امریکا و ایران شاهدش هستیم نیست. بنابراین اعدام به هیچ وجه نمیتونه جلوی این ناهنجاری ها و تبهکاری اجتماعی رو چیکار بکنه؟ دقیقاً. چون این تبهکاری از کجا ناشی میشه؟ ببین، شما در یک محرومترین استان کشور رو در نظر بگیرید، بلوچستان. در بلوچستان چند تا کارخونه وجود نداره که مردم اونجا شاغل بشن. آب به اندازه کافی وجود نداره که کشاورزی صورت بگیره. خب مردم اونجا چه کار میکنن؟ چند ده هزار نفرشون در کشورهای خلیج فارس کار میکنن، دور از خانواده، برای خانوادهشون پول میرسن. بقیه باید چه کار کنن؟ قاچاق کالا رو میآورن، مثلا حمل بنزین به اون طرف مرز، و اونایی که میخوان ریسک بیشتری رو متحمل بشن به قاچاق مواد مخدر رو روی میآورن. همین مسئله در کردستان و در سایر استان‌ها سیاد میکنه. در استان لرستان 40% مردم بیکارن. ببین، وقتی شما گرسنه هستی، بیکار هستی، دست به هر کاری میزنی که شکم خودتو و خانوادتو سیر بکنی. بنابراین وقتی داری از گرسنگی میمیری، دیگه ترس از اینکه روزی ممکنه به خاطر سرقت
یا به خاطر توزیع مواد مخدر دستگیر بشی و اعدام بشی دیگه محلی از اعراب نداره و به هیچ وجه رژیم با این اقدامات نخواهد تونست که به صورت جلوی این آسیب‌های اجتماعی رو بگیری. بله رفیق آرش کمانگر، در آخرین پرسشی که میخواستم با شما در میان بذارم اینه که به نظر شما این اعدام ها تا کجا میتونن پیش برن؟ چه عکس العملی رو در جامعه ایجاد میکنن و چشمانداز شما برای اینکه دیگر اعدام نداشته باشیم چیه؟ بفرمایید. به نظر من رژیم تا زمانی که این رژیم استبدادی مبتنی بر توتالیتاریسم و فاشیسم مذهبی وجود داره که رئیس قوه قضاییه صراحتا اعلام میکنه هر کس که با مجازات اعدام مخالفت کنه با قرآن و کلام الله مجید مخالفت کرده، خب تصور این که مثلا روزی به طور کامل استبداد، سرکوب و اعدام و کشتار و شکنجه از این در چارچوب این رژیم، در چارچوب این حکومت اسلامی برچیده میشه، تصور خامی بیش نیست و کلن راه شدن از مجازات مرگ، شکنجه و پایان دادن به این جنایت سازمان یافته مستلزم سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق انقلاب. منتها ما هر چیز رو نباید به بزمن به سرنگونی جمهوری اسلامی رفت بدیم و مثلا منتظر اون روز موجود باشیم. مبارزه برای مثلا حفظ ملتیزیست، مبارزه برای حقوق حیوانات، مبارزه برای حقوق کارگران، مبارزه برای حقوق ملیت‌های تاجیکستان، مبارزه برای حقوق زنان، حقوق همجنسگرایان و هم از جمله مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و لغو بی‌قید شرط و فوری همه اشکال مجازات مرگ، مبارزه است روزانه و داره دست به نقد صورت می‌گیره. یعنی فعالین مختلف اجتماعی در ایران علیه اشکال مختلف شکنجه و اعدام دارن مبارزه میکنن و برای آزادی زندانیان سیاسی عدالتی دارن تلاش میکنن و برای پایان دادن به خصوص به اشکال فجیع‌تر مجازات مثل سنگسار، مثل قصاص و غیره. و بنابراین این مبارزه ادامه داره. اینکه تا چه حد بتونه مثلا این مبارزه در جاهای رژیم رو به عقب نشینی واه داره، خب اون به توازن قوا بستگی داره و به هر حال اینجور مثلا ما بوده در تاریخ کشورهایی که مثلا رژیمهایی بودن استبدادی بودن و هستن مثل مثلا چین، ولی تحت فشار داخلی و بین‌المللی مثلا اعدام الان کودکان زیر 18 سال متوقف شده. رژیم عقب نشینی که تو این حوزه صورت داده اینه که مثلا این کودک رو دیگه زیر 18 سال اعدام وای میسته که توی زندان این کودک به سن 18 سال برسه، اون موقع اعدام. در صورتی که جرمی رو که این کودک مرتکب شده در دوره چی بوده؟ در دوره کودکی بوده. بنابراین رژیم برای اینکه خودش رو حفظ بکنه هم از بسرا انقلاب و هم از شورش های عظیم توحیدستان، ناگزیره که این اعدام ها را ادامه بده، ولی به هر حال ما آزادی خواهان، ما برابری طلبان باید به کار خودمون ادامه بدیم. یعنی در حینی که مردم رو سازمان میدیم برای امر انقلاب اجتماعی کارن زحمتشان برای سرنگونی انقلابی این رژیم، مبارزه روزانه میکنیم برای آزادی پلیس زندانیان، مبارزه روزانه میکنیم برای لغو به اصطلاح توقف همه اشکال چی مجازات مرگ و اعدام. اینکه این مبارزه تا چه حد چه داخلی و چه بین المللی بتونه این رژیم رو جایی به عقب نشینی وادار بکنه و به موفقیت برسیم، اون به هر حال همونطوری که گفتم به توازن قوا و خیلی پارامترهای سیاسی مختلف بستگی داره. بسیار از شما ممنونم رفیق آرش عزیز، براتون آرزوی موفقیت و پیروزی دارم. منم برای شما آرزوی موفقیت میکنم به امید برچیده شدن بساط مرگ و اعدام در ایران و اینکه کشور ما هم روزی جز کشورهایی باشه که مجازات مرگ رو برای همیشه به موزه تاریخ ثبت کنه.